چرا اهل سنت مسجدی در تهران ندارند؟ لكن نشر قد بدا في الافق يجتاح الامان. چرا در شهرهای بزرگ ایران همچون تهران و غیره اجازه ساخت مسجدی را به اهل سنت نمیدهند؟ كالريح تقتلع الحياة كالموت ياتي بالاجل اين المفر يا اخوتي. چرا به اهل سنت اجازه راه اندازی شبکه های تلویزیونی را نمی دهند؟ و چرا سایت هایی که عقیده اهل سنت را به آنها می آموزد فیلتر می شود؟ ساد الفساد بأرضنا كالعود اجت فيهنا. آیا در کشوری که ادعای وحدت شیعه و سنی را دارد و رهبر آن خود را ولی امر مسلمین جهان می داند سزاوار است که یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان و بوداییان عبادتگاه هایی در تهران داشته باشند؟ كل المساجد دمرت في بلدتي او في الديار لم تبق دار سالما من شرهم او شبه دار حتى السلاسل والغلت بيت الإله آه وعار. اما اهل سنت که یک سوم جمعیت ایران را یعنی 20 تا 25 میلیون و اکثریت مطلق مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند، مسجدی در پایتخت کشور امام زمان که به گمان خودشان ام القرای جهان اسلام نامیده می‌شود نداشته باشند؟ السجن اصبح دارنا نقضی به کل النهار والليل فيه سراجنا ندعو بخوف و افتقار. ببینید، من میتونم بگم که انقلاب اسلامی ارمغانی که برای جامعه ما آورده اینه که ما هم بعد از این انقلاب بیشتر کلمیان ایران مذهبی هستن، مذهبی شدن. الان همه چیزو اینجا به راحتی ما داریم انجام میدیم. ما تمام مسائل فرهنگیمون، مذهبیمون، شما الان دیدید جشنهامون، مدارسمون، تعطیلاتمون، همه چیز رو در کمال آزادی داریم. Moses Baba, a well-known Tehran identity and antique dealer, is a good example of the fact that Iranian Jews enjoy a degree of freedom that would surprise many in the West. In recent years, Jews like Baba have been allowed to freely visit Iran's archenemy, Israel. قول دادم به ما هیچ کاری دون ندارم. پس که بگید من مسلمانم یا شما کلمی هستین، یعنی این ارتباط فرهنگ ایرانیان با یهودیان بسیار بسیار عمیق‌تر از ارتباط اسلامی شون هم هست. بارو خیاسیخ، بارو خوسیخ، بارو خوانیخ، بارو خوانیخ، بارو خوانیخ، بارو خوانیخ، بارو خوانیخ، بارو خوانیخ. بعد از این یک کلیسایی هست در شمال این خیابون به اسم کلیسای انجیلی تهران. سیتیر را به عنوان محور ادیان می شناسند، چرا که عبادتگاه ادیان الهی را در خود یک جا جمع کرده. کنیسه، مسجد، آتشکده و کلیسایی با قدمت بیش از خود خیابان. وظائف مهم حکومت اسلامی
و حکومت دین اینه که نماز را برقرار بکنه. الذين امكنهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر. اولین رسالت حکومت اسلامی و اولین مسئولیت حکومت دین تا او زمانی که حکومت دینی باشه آنه که نماز را برپا بداره و اقامه کنه. این ایام عیدن و گاهی شنیده میشه از شهرستان ها و مخصوصا از تهران به گوش میرسه که پلیس تهران را افتاده توی شهر را به برادران اهل سنت امزه میگیره که نماز عید نخونید، شما برفا نکنید ائمه مساجد. و در حالی که وظیفه حکومت اسلامی حکومت دینه که نماز را اقامت بکنه تک نص صریح قرآن عظیم الشان، جا داره که از اینجا بنده درخواست کنم از مقام معظم رهبری و انتظار جامعه اهل سنت و خودمون و همه را مطرح کنم. این خواسته تک تک قلبی اهل سنت همینه، خواسته تک تک پیر و جوان، زن و مرد و همه برادران اهل سنت که در کلان شهرهای ایران مخصوصا در تهران در دیگر شهرها آنجا بتوان نماز را اقامه بکنن و نماز عیدین و جمعه را بخوانن، ولو اینکه توی خانه های استیجاری و خانه های ملکی و شخصی باشه. این خواسته همه اهل سنت کنن.